بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشاینده و مهربان. بیننده گرامی سلام علیکم، خوش موفق و سرفراز و پیروز باشین. بازم یزدان پویا در خدمت شما قرار داره. به چینال یزدان پویا خوش آمدید. دوستای گرامی، امیتی که میگیرید بسیار می آسمان هم امیت ابرالود، امیت نیمه ابری، خلاصه و گرچه نیمه ابری فضایشی خیلی امیت رالی میه، آدم سیل نه لذت مبره، یک دفعه گرمی میه بلادم، یک دفعه سایه میه. منتهای در این آخرا یکمک خسارات را بلدی مردم به بار آوردن دیگه. همراه آقای فیاض هم که آشنا میشیم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض خدمت همه بینندگان عزیز، دوستانی که از جاهای دور و از راهای دور بیننده ای از مو هسته. سلام فراوان تقدیم، در خدمت هست. آقای استاد فیاض که هسته امزی کلانا و خلاصه ریش سفیدای می قریه و دیگر در زمین که هسته دمی مدیر مکتب ابتدایه و خلاصه دیگه در سطح مالستان هم خیلی نفوذ دارن، چون یک آدم بسیار متر خلاصه فهمیده دیگه، آدم فهمیده رقم باشه دیگه، فعال زنده باشین استاد دیگه. خب خانه خود گنج میه؟ بله، خانه خود کلان جور کردیم، برادرها بودن، فعلا برادرها رفتن دیگه، مهاجر شدن، یکی در کابل و یکی در عربستان، یعنی میخواد خانه سه نفر چهار نفر مانده. بسیار خوب دیگه، خانه شخصی ما. بله صحیح دیگه. میخوانی آقای جعفری را هم بلده شک نشان میدیم دیگه، باز خانه خیلی سیل کنی ندهیم. آقای جعفری یک انشالله آقای جعفری هم بیننده شاید باشه. بیننده باشه و در زمین نزو کس باز موریم. اونش از آقای حاجی نبوی زنایه. حاجی نبوی؟ از آقای شاداب و پالی هم. بعد اونا مهاجر به استرالیا. بسیار خوب دیگه. اون رو برو. اینجا را یک نشان میدیم دوستا، بعد از او کس موریم یک مقدار از خسارات سیل زدگی از اینجا بلدشم ویدیو میگیریم، سیل کنین چی مقدار خرابی ها رسنده واقعا به مردم چقدر ضرر رسنده دیگه. استاد میتونی واز کنیم؟ او ماشاءالله. او هی این که 600 متر از بالای دیگه از یک چشمه یه. خب آب شیرینی هم هست، آب خیلی جای دوستا خالی دیگه. خب آب داخل خانه لول کشیشت خیلی مده، از این نظر از نظر آب سهولت خوبی داره. باش برای شما پایین مزه زیر بینگرنو باز ببین سیب لبنانی چه رقم، سیب مالستانی چه رقم. آره ما برایش مقداری سه میخدر همین قدر نه از اینام باید یک چمنه بگیم اوش باز پسان باید که اومد. آره اگه می سیب یک مزه کنیم بینیم دام با یک سیب کنه سیب مالستانیه. آره از تولید به مصرف. بیا خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی می سیب رو بگیر، حالا طعم داره یا نداره نوشی جان ایشم بگیر. نوش جان کنی استاد بگیر. دوستا گرامی متکمین گنید رنگ منگ زینا کم کم این تزرد شده، ولی خوب سیه رسته دیگه، باز جایش مخلی خالی یک مزه میدی بیخی عالی دیگه. بومش کن سیب مالستانی دیگه. زیاده به نظر من مالستانیه. آه میس از این سیب خوب بود که آو کمه ما خوب آخ مشکلات آماده کردیم دیگه، یک چا اونجا زدیم، یک چا پشت سره. اگر میشی راو که از 600 متر بالاتر میه خب از نراب شاید ما راحت باشیم، خیلی راحتیم، ولی با خصد مشکلی آو را فراهم کردیم. خب بسیار خوب بریم استاد دیگه. سیلاب که عرض کردیم از منطقه قوچا میگه خب آمد دیگه، این کم مانده بود مسجد برسه، این شیراجی ها رو بعدن کرد تقریبا نو آمد این طرف، این منطقه پور بود دیگه. خب تخریباتش باز از مسجد پایین بود دیگه، از مسجد پایین بعد این سنگ چنده ها رو بعد از اون نه سنگ بره باز ترسید از اینکه دوباره سیل بیه. که اونا لو میکو چه ابرای وحشتناک هم معلوم میشه، این میو ترسنده دیگه. آره آره امروز هم جمجم شده، احتمالاً همین ابر سیاه خیلی خطرناکه. سیاه خیلی خطرناکه. باز از زمین جی تا اینجا رو از این بال از مار تخریب کرد، اما ناو رو پر کرد و چشمه ها رو کور کرد. یعنی زیر بس زمینا رو پر متاسف. زمینا رو؟ مقصد مسجد آسیب ندید ولی خیلی. مسجد چی وقت ساختین استاد؟ مسجد تقریباً 20 سال پیش میشه. 20 سال پیش. خوب مسجد مسجد کلانه. 23 متر درازایشه. دیگه این نوشه تمام زیر سنگ. خب خب خب. تمام زیر سنگ. آورده سیل آورده. سیل آورده؟ شما ببینید سنگا. اما از یا که خوردش یا بال اونجا خیلی کلان کلان سنگ بود. زیاد خلاصه دوستای یک قسمت آره. تخریب کرد، یک دای اینجا بود، دای را بلا کرد دیگه اینجا بود دای خوشه را؟ دای خوشه باز بخی برد یا نه؟ تقریبا اکثرش برد دیگه. خب کم کمش مانده بوده؟ کسی جا سیب دید بخاطر از اینکه در از این باز بودک
یک متراو رفت و هر چی که حاصلات داشت پودر کردی. یک بنده خدا که درخت خریده بود نیمی درخت های ازیر برد، درخت ها هم برده؟ تقریبا تا 60 تیکه ازیر درخت ها رو برد. حالا شاید قندهار باشه یا شاید هم هلمند باشه. این دیگه پور کرد. یک از عیب هایش این شد که گود بود، این پور کرد که پور کرد. حالا این مسطح شده دیگه، قول و محل عبور آب بهاری چیزا نمانده. اگر آب رست بلای زمین، بلای زمین مره. باز چقدر این تخریباتش زیاد بود که سنگای کلان کلان رو شما بینم، این زمین یک متر تقریبا پایین بود. یک متر؟ آره، امیر پور کرد. یعنی یک متر بیشتر شاید این زمین ده پور کرد. این زمین ده، این زمین ده. اینا آره، این گاود بود یک مقداری چی بود؟ زیاد پایین بود. خانه بود دیگه. آره. تقریبا یک دو متر پایین بود. دو متر؟ یک نیم متر پایین. یک نیم. پیش بریم. یعنی زمین ها تقریبا شده. اصل رودخانه از اینجا بوده. اصل جلگه خودش از اینجا بوده؟ جلگه از اینجا بوده. هر چه که بود از اینجا بوده. خیلی خیلی با. شما ببین که همین پخش شد. از کجا تا کجا رو گرفته تا کجا رو تخریب کرده. آول. بیاید این مثال خود زمین ها مردم حاصل هم نداشت، چون بخاطر از اینکه آو نبود، به کلی آو نبود. اینکه آره، آره، باز کس آو هم نبود. خوینا لی همو بنده خدا که آو هم نبود، سنگ هم ده، دو سنگ هم استاد کده. این کجا ببره سنگ شده، کجا ببره؟ این اگر جای دیگه ببره خیلی هزینه داره، باز مردم نمیمانن دیگه نزدیک کو. آره، این اگر اینجا بیندازه باز دوباره آب میاد بالاخره. یعنی این تقریبا 1.5 متر تا 2 متر پایین بود. یم پایین بود، این پایین تر از اینجا بود. یک جنگل کلان اینجا بود. حالا شما این درختار چال گیره دیگه، این خشک میشه. سنگ منگ ده اینجا سنگ زده دیگه، پوست ده این خودش خشک میشه، او خشک میشه. این زمین هاست که هست استادی بنده خدا را؟ این زمین از نیاز مگه، این از آقای از پدری حاجی کریمی مگه. اینا وضعیت چطوره؟ خوبه دیگه. حالا خو یک این کابل هم یک بچه شینجه، چند بچه کابل هم متر کارگاه ساده. ایش هم خوبه، باز اقتصاد چطور خیلی خوب نیه. اما دودن چوپان که زمینایش متاسفانه اونجا کاملا زیر سنگ شده، اون چوپان رو من دلم زیاد میسازه. دوری دی بخی یک دشت خدا را حالا در آینده اگر بخوای آب بهاری هم که بیا، این کجا خواد بره؟ یا اون طرف مره یا این طرف مره؟ بلده ازی کدام پلان نسنجیدین استاد که هیچ چیز کار والا هیچ. متاسفانه مردم اولا که بخی ناومی چیدم زی وطن. نره از ای که یک تبدیلات پیش آمد در حکومت، یکی مردم در حاشیه رانده شدن، از یک نظر دل سردی پیش آمد، گرانی به اوج رسیدن، این دیگه دل سردی پیش آمد و متاسفانه خشکاوی آمد، بیکاری شد، بیکاری به اوج رسیده دیگه. بعد این سیلاب آمد، این خشکاوی آمد که هم یک آفت بود. باز سیلاب آمد، ای خواه میخوای زمین را ای بنده خدا میخوای پاک کنه یا همی ای پاک کنه، تقریبا یک لگفانی حد خیلی هزینه برداره. خب ایران باید باز کنه نه؟ اره آو دارنده اگه سیل به این طرف گود باشه این نباشه، باز مشکل دیار میشه. این طرف هم مردم دیگه متحیر منده الان چکار کنه؟ صحیح. آو هم نیست. خیلی ها میخوای که یک رای پیداش نه که وطن رو ترک کنه، چرا که قدرتی برای ازی نداره که در اینجا زمین نیست دیگه، آب نیست. آفرین. یک رای بزرگ افتی بالاخره یک بزرگ پیداش نه که تیر کنن خود خود کشورهای خارج. حداقل جوانایش مال جوانا خالی شده، تقریبا همینجا رفتن دیگه، جوانها مهاجرن. حداقل شیران رفتن، یکی در سر بریده گرفته طرف ترکیه رفتن، یکی در از ترکیه برگرداندن. خلاصه مشکل دیگه با این زمین پراگنده مردم میتی. خلاصه در همین مثال دل شکسته به سر مبرده شکسته یا مثال میگی خدا لطف کنه. زمینی که ما گفتیم زمین چوپان نیار بیه نمی آرد و از نبی مگه اونوش اون یک رودخانه یه او طرف چوبا اون زمان اون مو رشقه بود. بعد او بیچاره گفت که چیه خو یک کسی از فامیلاش او هم از نظر فکری معذوره خو یک مقداری. اره باز چند نفر نانخور دارن دیگه، مادر شیه، خواهر شیه، خانوم شیه، دوسه دم طفل داره. یک 5-6 نفر هست دیگه. 5-6 نفرن. خودش چوپانه بنده خدا. یه خواب از اینجا تا اون پایین رشقه بود. اره. یکی از فامیلایش گفته بود که من چینم. رفتن کوچ گفتن همین مدگور مو سودانن تو ببر روزگار خو بچرخونه. خیلی خوشحال بودک. این چون رشقه بودن برای زمستانش خوب بود. هرچند این رشقه از خود چنیه کسی داده. اره.
کوفته میدید یک مقدارشی ترخیلانم، یک مقدارشی بالاخره برای زمستانشی، یک مقدار دیگه کمک از مردم میگیریم. این سیل که ما دار شما بینی برای سالها او رو محروم کرد، نه؟ سالها محروم کرد. یک زمین چپانی طرفه اینمی درخت ها، او طرف درخت ها او دوره دیگه؟ زمین چپانه، بنامی چی میگه؟ بنامی آقای علیزاده شاد چمن. خب ای او چطور میتونه با یکی 40,000 افغانی یا 45,000 افغانی او چپانه ای هزینه زندگی خره، مصاریف خانواده خره پر کنه، یا ای رو میخوای برداره؟ تو این سنگا رو ببینی، این سنگا سیل آورده، این سنگا چه؟ ای رو میخوای کجا ببره؟ ای رو با گاری نمشه، با گاری مثلا ببره، ای رو با موتر مزداک ببره، کجا خالی کنه؟ ای رو اینجا بچینه هم نمشه، جای چیز بند میشه. یعنی میتو متحیره ده که زمین شنمی بود. بسیار زمین شنمی ده، کمی عشقه داشته خیلی از سبزه بیچاره دیگه، خیلی آسان بود. پایین تر شن زمین آقای جعفری زنایه از اونا رو خیلی آسیب دیده. زیاد محیط را اصلا زیبا میکرد. حالا بعد که امی که خشک شده، محیط خراب شده، محیط خراب شده. بعد آفت دوم که سرازیر سیل بود دیگه، حالا این زمین های آقای جعفری زیاد در استرالیا، آقای رضایی زنایه برادرایش، این قسمت هم از اونایه. خب شما ببینید تا مازار شایبرانه میگه اون اومو یک کلاچه بسته، خب تا همونجور تخریبات داشته، این طرف شی تا مو پای زمین هایی که زیر زکویه. بسیار خب آقای جعفری دیگه اینی از زمین هایش مگه ویدیو رو بینگرنین، باز خبر ندارم که چقدر دل شما سزا نمیشه، هرچی باشه دیخ میشه. آره اما خب شما دیخ میشین، خب وضعیت زندگی جور هم از دیگه مردم هم بنده خدا هم غریب و بیچاره گفته زی آقای ساد که یک دنه او چوپان بیچاره او خب بخی دیخ میشه دیگه. باز مره دمی مردم یکان توجه داشته باشین، خیلی لطف بزرگی مونین، نه تنها این ده اینجی ده تمام مالستان هم امسال متاسفانه میافت همی مشکلات پیشم ده. بعض جایا کس تو نفر سیه نداره، اما خوشبختانه این اینج کس آقای جعفری از دیگه دوستا هستن، هستن برای مهاجرین، هاشن کمک های اونا رسیدن برای مستضعفین بارها، ولی دست چی در نکنه ره متحیرن واقعا مردم، همه متحیرن، مخصوصا اونایی که زمین هایش زیری سنگ شده و بالاخره سیلاب اینقدر تخریب کده. شما تو بازار چیز مازار شایبرانه میگه تا اونجا رو زمین ها تخریب شده. خب این مالکینش خب آدم های مختلفه، یکی خیلی پولداره، یکی کم پوله، ولی چوپان هم از اینجی آدم های مستضعف هم زیادتره. یعنی یک دو زمین از آقای جعفری زیاد که هم در خسیزی یالا آو نداره، شاید در آیندهش کارگر بگره، اما اونا کارگر گفته نمیتنه، اینا خودشون باید کار کنه، روز 400 افغانی مثلا با نان کارگر وا گرفته نمیتنه، قدرتش نمیرسه دیگه. این گرانی سرسام آوری که متاسفانه خیلی خانواده ها رو میته در بحران برده، در بحران فکری که ما چیکار کنیم، 4 عیال دارم، 5 عیال دارم، 8 عیال دارم. ایران ممنه مردم، اصلا ایران ممنه، سردرگم بیخی ممنه. این سال دیگه سالی سختیه برای مردم افغانستان جمله، مخصوصا منطقه هزارجات و جاهایی که ما هستیم. متاسفانه این زمین گفتم از یک چوپانه تا همینجا ره با این وضع قرار گرفته. خیلی خوب اشکال داشته اینجا آقای پویا، خوب اشرقه داشت استادی؟ او مرسی دین خوب بود که زمستانی هم زو گو شرم بس بود، تابستان چم میفصل این آورد این رقم شد دیگه، این خوب چیز جمع کنه. آره او نداشت، کم او داشت یک ناور این دنده مست که نمیرسید، ولی به همی آبی بهاری یا بارندگی بهار این خوب بود یک مقدار برایش. همی باران های اخیر هم تاثیر میکرد، اگه سیل نمیمارد خیلی قدر تاثیر میکرد. خب استاد دیگه این قسمت ها خواهی نمی اینجی خلاص نیمه باید بریم دیگه جایی سیلابی منطقه غوچار خلاص دیگه این منطقه غوچار میگه تخریب کده. اره. یا اردوی که یک جای شده بازو از اون شور هم عمق زده انتر عمیق کده. آها بسیار با 3 متر 4 متر عمیق کده اون قسمت های یه سیلابی که از کردم دو شاخه سیلاب آمد، نه
از منطقه غوچا، از منطقه سرقل. سرقل. این منطقه سرقل. امی زمین است که یک آدم منطقه خدایی کنید. زمین زاجارفیه. در عربستان خداحافظ جانش یک آدم مؤمنیه، یک آدم خوبیه. خب این ای سنگ ها شما ببینید از سنگ های مختلف هم هستن. یکش یک رنگ داره، یک سنگ داره. از قلای مختلف هم داره. این تقریبا یک متر زیر این می رقم سنگ هاش داره دیگه. آه. شما می دید امی تخریب از این شیو زیادتره؟ از این شیو زیاده؟ آره. امی سنگ ها دیگه رفته دیگه نوشه و خراب کرده. این شما ببین این قدر سنگ ورداخ تخریبش زیاد بوده که حالا این کاش گل می ورد نه؟ گل می ورد رقم ناول راحت بدن استاد کده بلش سنگ همین یک دفعه. خب یک چیز هم که ما اعتراض کنم خدمت شما که شاید یک توجهی این رقم عرض کنم که اشاره نه خدای تبارک و تعالی و بنده خو بنده خیلی دوست داره خدا بنده الان خدا بنده خو اذیت ننه ولی گاهی امو پدری که خیلی طفل خرم دوست داره ولی اگر یک کمی بی ادبی ازش ببینه یک اشاره منه یک سیلی ما این نور میگم یک سیلیه سیلی بسیار یک نواز محکمتر نوازش نیه محکمتر اگر خدا بخوای خشم خور بیاره وا پناه میبرم به خدا یک لحظه ما نمیتونیم خشم خدا رو تحمل کنیم یک قهرگیه که برای از مو نشان داده که توجه داشته باشین جوانان عزیز نماز خو بخونین با خدا قهر نباشین وقتی روزه رو بگیرین بندگی خدا رو کن کسی که بندگی خدا کنه مثل همون طفلی که بی ادبی نکنه پدرش دوست داره میبوسه پیشانیش را و دوست داره بالاخره روی زانوی خو بشینه اما یک زمانی یک چیز رو میشکنه یا خشن بالاخره تخریبات مونه در خانه از در طبق میل پدر نیه پدرش یک سیلیه متر نوازش مونه محکمتر میزنه ما میگم یک سیلیگه اگه یکی خدای تبارک تعالی مر متوجه ده که از خدا غافل نباشین ما عرض کردم در بعض جایام که قبلا از پیش خانه ها که میرفتی تلاوت قرآن بود ولی حالا صدای تلویزیون و آوازه یک مقداری به نظرم که خدا متوجه نه همین موضوعات ما میگم خدا انشالله متوجه نه و پناه به خدا ببری شاید این مشکلات ها و این دربدری هایی که حالا پیشم ده از جامعه از ما انشالله رفت شنه اما قسم سادم گه بشمو ای عبادت ای بندگی خدا ای کیف خاص خود خود داره که واقعا کس بندگی کنه گفتم سه شاید نشانه های آخر زمان باشه بله آشن در دوره آخر زمان میگه که یک سری علایمی داره از جمله یک شنمی که دیگه خداوند عالم گایگای متوجه نه بندگانش ده در دوره آخر زمان میگه به حد ایمان مؤمنین در اذیت صبح که در خانه اهل نماز، اهل قرآن خواندن وقتی که خارج میشه مره بازاری، حتی بازار اسلامی پس من ایمان از دست میده یا نشست در دوره آخر زمان ایمان نگه داشتن اونقدر سخته که مثل برای آتیش استاد پس باید متوجه باشیم چی در اروپاییم، چی در استرالیاییم، چی در افغانستانیم، چی در مناطق هزارجادیم هیچ زمان خدا رو فراموش نکنیم عالم در محضر خدایه در معذر خدا بالاخره مسیحیت نکنیم یکی از موارد چمی فروعات دینه که ما باید مو به مو اجرا کنیم خدا با ما مهربانه اگر اجرا نکنیم خدا خشمگینه لذا خدا رو خشمگین نکنیم که اگر خشمگین شد و خدای نخواسته واقعا عذاب خواست بیاره دیگه تاریخ گذشته ها برای ما درسه که قوم لوط چی کار شد و اقوام پیشینی که طغیان کردن چگونه عذاب شدن یکی عذاب نیه ما پیشتر گفتیم یک سیلی مهربانه بله زنده باش انشاءالله برکت بگیرنی خوب چوبایا خوب چوبایا سلام علیکم اردیشم منده نشین نه نه تو مهمان ما مایم خدمت تو آتیل قدمتی ملا مدن قدرت هم بود آتیل خود ملا بود دا ملا بود بخیر جان جان سلامت بخیر جمان خوب بخیر سلام علیکم محترم خوب بخیر سلامت بخیرین سلامتین تو هستی خوبی؟ شکر سید جامان خوبه؟ خیلی جامان خوبه شکر الحمدلله شکر الحمدلله خوب چو باید؟ چو باید خراب نیه خوب؟ هم گفت چشمه قل دیگه در منطقه قل اینجا خوب چشمه آب بسیار شیرینی داشته که ولی آثار نیه چرا که سیلاب این ترماده که رایش بند کرد دیگه آب بر نشده آب بر نشده؟ متاسفانه
جالبه استاد، امی دوستا سینم که خیلی جای او تو چشمای کلان کلان یه قدری او دشته ده امی سیل کم ده دیگه اینال ای دمو برید نمیشه از اینکه خیلی خانه ها استفاده میکرد خانه ها استفاده میکرد یه زمین آجی سب نووی و سخیه یه چون نمی سلاب رید می درخت ها گرفته که نمرفت و طرف بله زمین مرفت اینجا خیلی خوب با او داشته که او قفقل مگه بازی متاسفانه او شنیه مگه او شنیه این کشاورزی ها اونجا کشاورزی می شده ده خانه ما برده اینا متاسفانه نی رقم شده و همیت سراو می رقم شده موری سراو را مرخی سراو که او تمام القبل اونجا هم بود این تخریبات چیز هم بوده اون با این سنگا رو شما بگیرید سنگا اون سنگا از کجاها قلای مختلف عمده آره کی دیگه ای ردین که پور که دنستا دیگه باز جلگه دفعه دیگه اون دیگه خودم یا اوام را ندراوای بهاری مشکل ایه که در آیندهش حالا چقدر کارشنه تا ای بلند شده نه ای که بلند شده ای او طرف بره ای طرف همی سرخاوی بهار که باید باز ایر مردم چقدر تلاش کنه که تا یک همزو جای اصلی شی ایر باز کنه که تا از همون جی را بفته خیلی کار داره ای خیلی کار اینجا خیلی جنگل بود جنگل بودن. زیاد بوده؟ شکست تو اینی رقم زیر سنگ کرد شما بیدم این سنگ ها را این سنگ ها را این از کجا آورده نه بله عزیزی می پخش کرد عزیزی می نست که این سنگ ها را از جاهای دور آورده این همی سنگ چند تون وزن داره یعنی میر مثلا شاید مایتر باور دارم که از منطقه قلدره اون از اونجا تاگ دور دسته حدودا یک دو کیلو سه کیلومتر را باشه آره 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 اونجا این ده صدا میداد که وقتی سیل میمود دراغ و دراغ و دراغ بودم بس صدای آب نبود صدای سنگ بود که به هم مخورد این سنگ ها رو ببین این سنگ ها رو بستش از چی آورده ای جلگه از این دور بود از این جلگه از اینجا بود از اینجا بود از این طرف از اونجا بود از اونجا بود از اونجا بود حال اینجا جور کرد که دینی از بلی عزیزی می آورده دیگه اینجا خراب کرده اینجا کاملا اینجا جلگه او طرف بود این منطقه شد آجی بود حالا این سنگا را از یکش از یک قل آورده یکش از یک قل آورده آره مختلف چه مختلف گل جو برده بعدیش یک گل رو برده این زمین تا بخوای آباد چنه پس سر حاصل بیه خیلی زمان مبره از این نبرداره واجی واجی تصمیش منم فهم تایل تو در هزارگی چیز خلا باز خراب کده این زمین ها رو دیگه تا اینجا هم زمین بده ده؟ تا اینجا بوده دیگه جلگه خواه کمک بوده دیگه چی؟ نه تا اینجا را سنگ چنده بود و طرف زمین بود آها بور که برد دیگه اونو قدر را تخریب کرد سنگ ها منگاهش هم به نظرم بردن آش جمع کد بود دیگه بود اگر اتراجی بود اون طرف چی؟ یعنی سنگ ها را آورد دیگه اینجا تا کده؟ تا کجا را؟ از کجا تا کجا را تقریبا اینجا تاله ماله بود به نظر من؟ یا نه؟ تاله نبود ای چی بود؟ این متر قل قوبی بود دیگه سنگ بود ولی آله این سنگا را آورده سنگ های کلان کلان را اضافه کرده این درخت مرخت بوده این چیزا قبلا صاحبش زده بود قسمت را خویش زیاد مهم نبوده زمین نبوده زمین قسمت ها زمین بود اینجا زمین بوده زمین تایی قسمت ها آی خویای عزیز تمام آوی قریه القبلا نمیه شاید دوستایی که مهاجران در سفرن باور نکنه که ای آوه ای آوی تمام آوی قریه القبلو از کلی القبلو زیر از زیر سطرها جرب زمین شاید باشه به این حد رسیده ای قبل سیل دو برابر بود دو برابر بود حالا که سیل آمد من نمفهم علت چی بود که ایر دیگه نسب که هم کاسته از نسب هم کاسته چشمه زیر کاری که داری سر یا نه؟ بالا چشمه شم بید بری دستان بری جای زیبا و دیدنی بود سرسبز بود مالا زیبا استادی دور پیتاو میشه؟ آه پیتاو جوی میگه پیتاو جوی اون جره میگه؟ آقیل پیتاو جوی این سیانهوره سیانهوره؟ سیانهور بالا و سیانهور پایین در کل اصل این سیانهور خواه این سیانهور اینجا؟ آره یک ناور اونجا یک کم آو داره اینجا زمین های نه یه چی کش نگده نیمسا یه از دیست کم آوی دیگه شانن سراوین میه باور مونین این سراوه سراوی قریه القبلو که از زیر زی همه شو میدانین چندین جریب ده ها جریب زمین زیر زی زیر زی اینمیه دیگر تا
تمام آوا میه طرف بالا تو چی کنیم؟ اینجا استاد اینجا خوبی یک چشمه سیه بوده، یک چشمه مشمر به نظر من می تفسیر میرگ باشه. یک روز چهار مرتبه سیل ما. چهار مرتبه؟ اینجا چشمه بود، چشمه رو دیگه تقریباً خراب کرد دیگه. خیلی ما هرچه بال بری خشک میشه دیگه. جمع شده اینم اینجا. کل گوشم اینجا؟ کلش. اگه چی باشه شاید کار بده. اگر کار کنه کار میده، نه دیگه. اوف قبرن خیلی با قدرت آو میامد. خب. یه رگه جمع کنم خاول مقدر میشه. ره کلیگی شما آوردی یا؟ سل گم کده یک مقدار آور گم کده زرار رسینده خلاصا آفت ها چی بلا یا نفع؟ یه دو خانه دم بگیم ره یه خانه رو نشو بدی؟ مهاجرن خب هر سش ده آمریکا و استرالیا خاطرها چیم زنده شونه یه خانه خیلی سنگ کنی نری؟ خانه آقای شادابه، خانه آقای آجی صاحب نبویه حاجی کازم و سخی که در استرالیا تشریف دارن. این خانه نوروزه، حاجی نوروز یا حتی خداداد. یا کل عزیز قبرستان آبایی قریه القبلانه خیلی عزیزان اینجا دفن خاکه که اون مقدار که ما شناخت دارم. شما عزیزان که اونجا در مسافرین به روح از این اموات که حالا میگرنین این فیلم را یک فاتحه بخوانید. خیلی از مادران، خیلی از پدرای اینجا دفنه که از هر نظر نسبت به ما بهتر بودن، هم از ایمان و از هم نظر عقاید، هم از نظر اخلاق، هم از نظر تدین، ولی الا اسیر خاگن. خدا انشالله روح همه از اینها را شاد بگرداند و خدا این قبرهای از اینها را یک روزه از روزه های بهشت قرار بدهد انشالله تعالی. اینجا خیلی عزیزانی سرشناس، خیلی از عزیزانی که خدیمی قوم بودن اینجا دفنه و آدم را ما هر دفعه که اینجا میاییم آقای پویا خیلی مرغم میگره به خاطر که همون بیوفایی دنیا را در قبرستان گرفتیم تفکر کن. ما گاهی میاییم باور که اینجا بچه فوتبال مونه. ما جمعه در جمعه تقریبا عصرهای جمعه حتما میاییم به زیارت اهل قبور بود. یک فاتحه همگانی میخوانیم یاد منم از خیلی عزیزانی که بودن، سالهای قبل بودن، سالهای قبل بودن، 10 سال قبل، 20 سال قبل، و این بیوفای دنیا رو میرسنه که آخرش آدم بیای اسیر خاک میشه. و خوش به سعادت او کسی که در اینجا دفن خاک با ایمان کامل رفتن و همون آیه مبارکه قرآن یا ایتها النفس المطمئنه ارجع الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنه. روح همیشه شاد باشه و خدا لطف کنه که انشاءالله کسانی که اگر خدای نخواست در عذابه، در قید عذابه، از قید عذاب رهانیده شده به رحمت حق بپیونده. زنده باشین، تشکر استاد، بخیر باشین، زنده باشین. زنده‌های گرامی ما ترکیدین، ما و آقای فیاض ویدیو گرفتیم. نگه خلاصه خسارات، سلزدگی ها، مشکلات هایی که برای مردم به وجود آمده برایشم نشان دادیم، ویدیو گرفتیم. اگر لطف مهربانی دیدی ویدیو رو در نشر گذاشتین بسیار لطف منین. نگه انمزی خانای القبلو رو برایشم نشان میدیم، از یک دور سیل کنین بگیرین. اگرچند که ما خواستیم یک دفعی کل جایش رو برایشم نشان بدیم از پایین بگیریم ویدیو، متاسفانه که اونجی از یک جای دقیق ویدیو نمیماد دیگه، ایتر کلیگیش دگشتو خیلی مشکل بلدی از ما تمام شد. خلاصه میتر گفتیم یک جایی را انتخاب کنیم برشنیم که کل القبلو معلوم شنه دیگه. اینجا برشدیم دوستا، برایش مختصر نشان میدیم اونو قسمت آخر را که میگرنید خوش شیو نسر القبلویا قسمت شیو نسر شی دیگه. امیدوارم که امطور یک مقدار خانه ها دقیق بیا و بیشتر بینگرنید دیگه. از او شد گذشته این تر کم کم میم سون بل نسر دیگه. ما معلومات نداریم، فقط انا مخص گفته میتونیم که نمینگرنید در اینجا هم خوشکاوی و کماوی چیزا هسته. این زمین های بلون خانه آقای فیاض بکلی خوشکن دیگه. فقط خاطرات شمو زار زندنیم از قریه. این منج ویدیو نخرا خاتمه میدیم. از شما عزیزان یک جهان تشکر که مرا همراهی کردین. خلاصه تا آخر ویدیو مرا بیننده بودین. از فضای منطقه امیدوارم لذت ببرین. زنده و سرفراز و پیروز باشین هر جای باشین دیگه. تشکر از تمام شما، زنده باشین، خوش باشین.